سلام به دوستان عزیز برنامه تاریخ دیگه حالا اسمشو خودتون میدونید دیگه ارز کنم بزرگتون که قبل از که وارد بقیه ماجراهای نادرشاه افشار بشم یکی دو نکته است که در طول این در روز گذشته پیش آمده باید با تون مطرح بکنم یکیش یه خورده باعث خلطنگی منم شده ولی من با نهایت خونسردی بهش جواب میدم و جلو میریم ولی حرف اساسی این که دو برنامه قبلی که من ضبط کردم چون من هر بار که میام اینجا دو تا برنامه ضبط میکنم در حقیقت من مریض بودم و فکر کردم حالم خوب شده اومدم اینجا ولی حال چندان خوبی نداشتم و یه مدار صدام افت کرده بود و صرفه می کردم و ببخشید منو از این بابت به حال وقتی که از این استودیو بیرون میرفتم احساس کردم حتی تبم دارم چندان حالم خوب نبود یکی از دوستان که معلوم نیست حالا من وقتی میگم یک نفر شاید دیگرانی هم باشن که این طور فکر می کنند. به من ایمیل کردن که آقا اینا چیه شما راجع به نادر میگی ما راجع به نادر چیزهای دیگری شنیدیم اساتید دیگر تاریخدانهای دیگر حرفهای دیگری زدن راجع به نادر که حرفهای شما با اونها خیلی متفاوته چه و چه من تا اونجا که من میبینم و دیدم اگر قرار باشه که اطلاعات رو همینطور افاهی به دست بیاریم یعنی خودمون نریم بخونیم فقط گوش بدیم ببینیم دیگران چی میگن من تا به حال دیدم که منبع نادرشناسی و تاریخ دوره افشار در پنجا شهست سال گذشته یک سلسله چی میگن به مقالاتی بود که تو مجله سپیدیسیا یا آدمی به نام میمندی نژاد که اونم دامپزشک بود رومانگونه چیزی نوشته بود پاورقی میخواستم بگم یادم رفته به صورت پاورقی در سپیدیسیا چاپ میشد و مردم زیادی هم اینه میخوندن البته اون آقای میمندی نژاد یک جوری عاشقوار به نادر نگاه میکرد و فتوحات و نمیدونم جنگ های نادر رو هم ضمن اون داستان عریض و طویلش شرح میداد و میرفت جلو و این شده منبع اصلی نادرشناسی در ایران به دلیل اینکه خب واقعا رفتن و کتاب پیدا کردن و خوندن این حرف سختتر از این است که یه کسی با سادمی چیزی رو تعریف کنه دیگه من به این که دیگران چه میگویند یا دیگران چه گفتند نه تنها کاری ندارم به همشون هم نهایت احترام رو دارم هر کسی کار کاری که میخواد میکنه انجام میده برداشتن و برنداشتنش پسندیدن و نپسندیدنش با فرهیختگانی است که گوش میدند و اگر هم بخوان سبک سنگین کنن و بدونن که کدوم حرف درسته کدوم حرف غلطه دیگه نباید به من مراجعه کنن باید به کتاب های تاریخ مراجعه کنند شاید من قرار بشه که از حالا تا آخر زمان به شما هی دروغ بگم خب شما برای اینکه به من به خودتون ثابت کنید که های من صحیح نیست خارج از واقعیات تاریخه خب مجبورید به کتاب های تاریخ مراجعه کنید و اطلاعاتتون از لای همون کتاب ها در بیارید کتاب هایی که راجب نادر نوشته شده اگر فهرستش رو زیر هم زیر هم بنویسیم خودش میشه یک کتاب بیشتر از ست ها کتاب راجب نادر در ایران و خارج از ایران نوشته شده تحقیقات معتبر دانشگاهی روش شده مهمتر اینه که تاریخ نویسان همعصر نادر یعنی کسانی رو که نادر استخدامشون کرده بوده بهشون حقوق میداده که بشینن روزنامه نادر رو بنویسند یعنی نادر در طول روز هر کاری کرده هر اتفاقی در اردوش افتاده اونا بنویسند بنابراین این آدم ها حقوق بگیر نادرند از نادر باید بترسند چون نادر هم یه سردار لشکریه و حالا خواهیم دید که نه تنها این آدم قلم به دست شمشیر به کمرها هم ازش میترسیدند و گاهی اوقات خودشون از او دور نگه میداشتن که جلو چشم نباشن که مبادا فرمان قتلشون رو بده خب حالا این چند نفر تاریخ نویس که در اردوی نادر دارن زندگی میکنن از نادر دارن حقوق میگیرند مطالبی نوشتن که اون مطالب منبع صحبت های منه یعنی یکی از منابع صحبت های منه حالا من به زحمت به حافظه مراجع کردم در یه موردشم در حاشیه یکی از این کتاب اسم یک نفر رو که یادم رفته بود پیدا کردم اینجا نوشتم چون میدونید که من حافظه اسمی زیادی ندارم ولی به هر حال که در عصر نادر به وسیله مورخین حقوق بگیر نادر نوشته شده مثل تاریخ جهانگوشای نادری که اون آقای استرابادی نوشته آلمارای نادری که اون میرزا مهتی که براتون تعریف کردم که از میخواست بره قلیونچی نادر شه بعد اون گفت نه بشین روزنامه چی بشه و بنویس اون تا آخر عمر نادر در اردوی نادر بوده دوره نادری رو اون نوشته باز نامه هایی هست از پزشک نادر یا آدمی بوده به نام بازن که این مدتی پزشک نادر بوده اون هم باز یادداشتایی نوشته که الان یه مستندات تاریخی است بعد کتاب هایی هستش که در اصل بعد از نادر نوشته شده در ایران مثل مثلا تاریخ نادر این تاریخ نادرشاهی محمد شفی هم مال همون عدواره اما حماسه نادر آقای گشتاسپی نوشته این رو تاریخ روابط ایران و هند از صفویه تا افشار این کتابی است که توش اطلاعات بسیار زیادی راجع به دوران نادر وجود داره تاریخ اجتماعی ایران در اصر افشار این کتاب رو دانشگاه ملی تدوین کرده و چاپ کرده تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از افشاریه تا زندیه باز از کارهای دانشگاه تهرانه تاریخ نادرشاه افشار که یه انگلیسی جیمز بیلی فریزر نوشته نادرشاه و بازباندگانش بعد یه کتاب دیگر افش... کتاب افشاریه که این آقای رضا شعبانی نوشته که الان یکی از دو جلدش دست منه آوردم اینجا که از روی این کتاب که ایشون از قول مورخین هم اصل نادر چیزایی نوشته از روی کتاب براتون بخونم برای اینکه هیچ علاقه نداشتم که این کارو بکنم بال این کتاب ها زندگی نادرشاه نویسندش هم هانوی جانس هانوی انگلیسی اینا اینا خیلی زیاده این کتاب ها و من به شما توس... با... یکی از علاقمندی های من یکی از خوشبینی های من نسبت به اجرای این برنامه در تلویزیون این بود که دوستان ایرانی من اگر میبینند میشنوند و میپسندند و دلش تشویق میشن که بیشتر بدونند برای اینکه من که اومدم پشت این میز نشستم یک صد دوم واقعیات تاریخ ایران رو در این ادواری که از صفویه تا الان شروع کردم بیشتر به شما نگفتم نمیشه گفت این با لازمش این است که ده ها کتاب رو آدم بخانه و از توش برگزیده های در بیاره همو اون به نظر من لازمش این بود که ما ظرف یه مدت دو ساله تو همین چارچوب این برنامه فقط صفویه و افشاریه رو مثلا بکیم امیدواری من این بود که دوستان ایرانی هموطنان عزیز من به خصوص جوانترها وقتی اینا رو میشنوند و علاقه من میشن کنجکاویشون تحریک شه و خودشون مراجعه کنن به کتاب ها و بخوانند نه اینکه یه شنونده یا بیننده دیگه باز به من ایمیل کنه بگه آی شاین پر خیلی فوری به من بگید که نادر به وسیله کی در چه تاریخی و کجا کشته شد قربونت برم اینو برو از گوگل هم میتونی بپرسی از ویکیپدیا هم میتونی بگیری یه کتاب ورق بزن خودت پیدا کن چرا میخواهید که همه اطلاعات رو یه نفر دیگه به شما بده حالا من میخواستم اتفاقا با اون دوستمون جواب بدم نصف ایمیل هم, نوشته بودم نمیدونم اصلا خورد کجا اصلا گم شد همه چی منم هم اوقات هم تلخ بل کردم حال اینی که من که آمدم اینجا نشستم نهایت سعی هم این است که واقعیات تاریخ رو به شما عرض بکنم و علاقمندم نیستم که زندگی پادشاهان نحوه جنگیدن، تاجگذاری، شام خوردن، شراب خوردن اینا رو به شما بگم رامشگران نرم چه چه نه دلم میخواد برسیم به شرایط زندگی مردم ایران مردم ایران در این ادوار در چه شرایطی زندگی کردند؟ در نتیجه چه آسیب هایی از نظر فرهنگی و اخلاقی بهشون وارد شده و این آسیب های اخلاقی تا چه حد به نسل های بعدی سرایت کرده و امروز ما آیا از این مسائب عظیمی که پدران ما اجداد ما کشیدن در این مملکت کمر راست کردیم یا نه نهایتا امروز ما در یک جایی و در یک نقطه ای از دنیا قرار داریم که خودمون از خودمون میپرسیم چرا ما اینجاییم ما چرا جور دیگری نیستیم ما فرقمون با فنلاندیا با سوئدیا با دانمارکیا چیه با انگلیسیا و ها و آمریکا چه فرقی داریم کم هوشتریم که نیستیم بی استعدادترین که نیستیم پس چرا ما اینجاییم دنبال این چراها باید گشت وگرنه اگر نه این که من بگیرم بشینم بگم که فلان کس چقدر آدم خوبی بود چقدر آدم بدی بود به هیچ نتیجه ای نمیرسیم بگذاریم این مقدمات رو گفتم برگردیم به تاریخ خودمون و اینکه من یادم است که در آخرین گفتار نادر به خونخواهی برادرش ابراهیم رفت که به داغستان حمله کنه و سپاه عظیمی رو برداشت و رفت و از عرس عبور کرد و رفت تو منطقه قفقاس که بره به داغستان بارها به شما عرض کردم که این مردم داغستان مردم بیچیز و توهیدستی بودند مردمی بودند کوهستانی با یه مشکاو و گوسفند زندگی میکردند و مردم ثروتمندی نبودند اما به دلیل اقتضای محیطیشون آدم های شجاع و گردن کلفتی بودن خود دفاع میکردند در این حمله نادر به دلیل اینکه اونها هم برادرش رو بد کشته بودند حالا من میخوام ببینم یه پادشاه جهانگیر میاد این سپاهی رو که با این مالیات های سنگینی که داره از مردم میگیره و با این هزینه های عجیب قریبی که خرج این سپاه میکنه به خاطر انتقام برادرش باید بره به یه منطقه حمله کنه خب در همه جنگ ها آدم کشته میشه جنگ برای همینه که بکشی و کشته شی حالا در یکی از جنگ ها برادر شما کشته شده حال ایشون میره به اونجا حمله میکنه این مردان داغستانی این لزگی ها جنگنده هاشون میخوان که به طریق چریکی با نادر به جنگن خودشون فنهان میکنن تو کوهل نمیدونم کمرها و ایشون به منطقه مسکونی میره و مناطق مسکونی رو قتل عام میکنه آتش میزنه و زمین رو پر میکنه از اجساد پیر زن و پیر مرد و بچه و اینا به تعداد بسیار زیادی زن رو به اسارت میگیره و اینها رو به زنجیر میکشه برمیگرده به اردوگاهش من واقعا بنا نداشتم که این صحنه تاریخی رو برای شما تعریف کنم اما از اونجایی که میبینم اطلاعات نادرشناسیتون یه خورده متعصبانه گاهی اوقات به طرفای دیگه میره مجبورم این صحنه رو براتون بگم نادر در اردوگاه خودش دستور میده که سه ردیف چادر بزنند و این زنها رو تقسیم کنند به متوسط و خوب و عالی از نظر شکل و قیافه و سن و سال و این حرفا و اسکان بدن در این ردیف سه ردیف چادرها و فاحش خونه دائر میکنه با این زنها قیمت میگذره یک تومن دو تومن سه تومن که افراد اردو برن بغل این زنا بخوابن و هر روز شب هر شب یا هر روز صبح هم آدم میفرسته که این پولا رو بگیره مدتی در اردوی نادر این فاهش خونه از زنهای لزگی برقرار بوده تا اینکه یکی از سردارانش که خیلی مورد محبتش بوده و نادر با اون بیرود در بوده و رفیق بودن با هم از خراسان میاد افسران دیگه بهش میگن که آره نادر این بساتی درست کرده و تو این ردیف هم فلان چادر یه زنه بسیار بسیار زیبایی هست برو اونجا این سردار میره تو اون چادر زن جوان زیبایی میبینه که داره گریه میکنه میگه چرا گریه میکنی؟ چته؟ میگه آقا من شوهر داشتم زندگی داشتم ما شاهزاده بودیم از اعیان اشراف بودیم آمدن ما رو گرفتن اوردن اینجا به فحشا کشوندن آخه این چه عدالتیه این چه ظلمی است که داره به حق ما میشه و اون سردار نظامی ظاهرا تحت تاثیر شدید این زن قرار میگیره و برمیگرده پیش نادر میگه نادر این کار درست نیست در تاریخ این برات نوشته میشه و نادر رو وادار میکنه که این فاحش خونه رو تعطیل کنند و این زنها رو آزاد کنند این همون نادریه که در آغاز کارش به حرمت مادرش شاید که در ایام جوانی زن زحمتکشی بوده به زنها اعترام میذاشته زنهای اسیر رو آزاد میکرده نمیذشته که کسی به زنهای اسیر تجاوز بکنه این آدم برگشته این آدم قدرت زره میگن مریض بوده کبدش کار نمیکرده یرقان داشته مگه همه آدمها که یرقان دارن یا کبدشون کار نمیکنه برامش هم میفتن به جون مردم این که دلیل اون نمیشه میلیون ها آدم مالاریا گرفتن میلیون ها آدم در اثر مالاریا بدن یرقان گرفتن میلیون ها میلیارد ها آدم ناراحتی کبدی و گوارشی داشتند این آقایون تاریخ نویسا میخوان لاپوشونی کنن میخوان عذر بیارن میگن از موقعی که بیماری هاش بیشتر میشده خلق و خوشم بدتر میشده بعد این نو کارا رو میکرده عزیز من ما تا حالا ندیدیم هیچ دانشمندی هیچ کاشفی هیچ میکروب شناسی نمیدونم هیچ بیولوژیستی همچین حرفی نزده که اگه کسی یرقان داشته باشه یا کبدش خوب کار نکنه میفته به جون مردم هزار تا هزار تا دو تا تا مردم رو میکشه زنهای مردم رو میگیره باش فایش خونه را بیندازه نه چنین چیزی نیست قدرت قدرت حد یقف نداره ثروت سخفی نداره ایشون تمام این جواهرات و طلاها و نمیرم اشیاء قیمتی رو از هند و ورد برد گذاشت تو کلات به این شدت تو هدتی که از مردم مالیات میگرفت مالیات نمیگرفت اسمش مالیات نبود اسمش مالیات بود اما عملا مالیات نبود این بود که صورت میدادن که کی چقدر پول داره میرفتن همه می میگرفتن یعنی در حقیقت مردم رو چپاول میکرد با این پول ها با قسمت بسیار کوچکی از این پول ها میشه یه ارتشی رو اداره کرد حتی اگر شما تمام دسته های توفنگارم نقره بکنید که کرد تمام سربازانت و افسرانت لباس های ابریشمی بپوشن که کرد بهترین حقوق ها رو به نفراتت بدی که ایشون داد با همه این حرفا مالیات یک کشور ده دوازه میلیون نفری خیلی بالاتر از این این حرف هاست بقیه این پول ها میرفتی تو کلات یعنی اینکه به جای اینکه پولی که به عنوان مالیات از مردم گرفته شده در اقتصاد مملکت سیال بشه سبب دادستت های بیشتری بشه سبب تسهیلات بیشتری بشه برای اینکه مردمی که مالیات دادن سال بعد بیشتر پول در بیارن و در نتیجه بیشتر مالیات بدن مالیات درصدی از درآمده اگر قرار است مردمی ده درصد درآمدشون رو مالیات بدن یک پادشاه خوب مثل انوشیروان مثل ازد دولید دیلمی مثل اسماعیل سامانی مثل کریم خان زند ما داریم امثالشو مثل نوح ابن نصر نصر بن احمد ما اینا رو داریم در تاریخمون اینها برای اینکه مالیات دهنده بتونه سال دیگه مالیات بیشتری پرداخت بکنه مالیاتی که از مردم میرفتن تسهیلاتی فراهم کردن در جامعه در شهرها در روستاها از نظر آبرسانی از نظر کمک کردن به مردم که زمینهای بایر رو زیر کار کشاورزی ببرند از نظر تشویق درختکاری نمیدونم صدسازی قناعت کشیدن این کارها رو میکردن که رعیت امکانات بیشتری پیدا کنه ثروت بیشتری به دست بیاره که سال بعد اون ده درصد رقم بیشتری باشه و این ما از عهد باستانمون ما از زمان نوشیروان ما این رو تجربه کردیم و دیدیم این راه موفقه و درسته شهرها آباد روستاها آباد مردم پولدار ثروتمند ها و ها هم ثروتمند و پولدار مگه انوشی روان کم جنگید او هم جنگ های بزرگ کرد در تمام این جنگ هم فاتح بود اما بزرگترین سطح ها هم ساخت بزرگترین پل ها هم ساخت بزرگترین کانال های آبرسانی رو ساخت چیزی ساخت حدود ده دوازده برابر بزرگتر از کانال سوئز باب با همین پول مالیات مردم اینی که شما تمام مالیات مردم رو بگیری و ببری توی قار پنهان بکنی برای خودت نگه داری و سال بعد دو مرتبه همین پول رو بخوای و سال بعد دو مرتبه همین پول رو بخوای خب یه ملتی رو به مسکنت و بدبختی انداختی و بعد حد طمع تا کجا تا اینجا که از شما که روز اول ادعای عدالت میکردی یه همچین موجود مخوف و مهیبی بسازه یه بابایی یه تیر سرش یه نامه نویسه پرتاب میکنه به اردوی نادر تو اون نامه نوشته شده بوده که تو خدایی یا شیطانی تو داری چه میکنی با ما اینو نشون نادر میدن نادر جواب میده به این نامه میگه من نه خدام نه شیطانم اومدم انتقامم و از شما مردم ظالم بگیرم این مردم ظالم به تو چه کار کرده بودن که تو اومدی انتقام بگیری و میده این رو به دیوارهای شهرها و روستاها به در مساجد بچسبونن که همه بخونن هم سوال رو هم جوابو تو گویی که یک کشوری رو یک آدم بیگانه ای آمده تصرف کرده و حد اکثر چپاول و قارت رو باید از این مردم بکنه حالا این داستان حمله به داغستان رو من چون اینا رو همه از حفظ بتون میگم از نظر تاریخی یه خورده جلو انداختم و گفتم ولی قبل از اینکه این اتفاق بیفته نادر بلافاصله بعد از فتح هندوستان رفت به طرف ترکستان چرا ایتون باشه یه کلاه چارپر ساخته بود و داشته بود یه خوابی دیده بود یه ماهی چارشاخ و بهش تعبیر کرده بودند که تو این کشورهای هند و ترکستان و ایران و عثمانی رو خواهی گرفت و تو امپراتور چهار سرزمین گسترده میشی و رهبر جهان اسلام میشی چه و چه و حالا میخواد این هدف دنبال کنه به این دلیل هم وقتی رضا قلی حمله کرده بود به قارشی و نمیدونم به مناطق ترکستان ساکتش کرده و با عصبانیت برش گردوند برای که میخواست این کار خودش بکنه و مهم تو ذهنش این است که الگوش تیموره و میخواد کارهایی که تیمور کرده بکنه جاهایی که تیمور پاشو گذاشته پاشو بگذره و این افتخارات رو برای خودش تکرار کنه در نتیجه گرفتن سمرقند و بخارا که پایتخت تیمور بوده میخواسته کار خودش باشه در حرات که هست به تمام ولایات ایران دستور میده که آدم بنه وسایل جنگی اسب چه چه صورت میداده به اینا که هر کسی چی رو فراهم کنه بفرسه که این وسایل جنگی آماده بشه در حرات اون دوستش آتقی رو ملاقات میکنه این حالا این آده در حرات و همه رو خواسته من جمله فرزندانشو که بیایید من میخوام شماها رو ببینم چون از سفر نزدیکی به دو ساله هند و جنگ و این حرفا برگشته و میخواد همه ببینه فرزندانش همه میان آتقی هم میاد ما از اینجا متوجه نشیم که آتقی وارد یه رقابتی با این رضا شده حالا این آتقی آدم زبونبازیه آدم جوچگویه بزلگوه یه جوری تو دل نادر خودش رو جا کرده حالا حکومت شیراز هم گرفته نادر هم بهش دستور داده که تو را بیافت بیا اینجا خاصه از نیروی دریایی نادر استفاده کنه که همون پونزت و کشتی که خریده بودند و این که پشتوانش وان پشت باشه خواسته مثلا سفر جنگی اسکندر رو تقلید بکنه در نیروی نیروی دریاییش از آب و خودش سربازانش از خشکی ولی دوزان دریایی میزنن مسقطی ها این نیروی دریایش رو تارمار میکنند و بونه و نمیرام حتی آب و آب مصرفی رو اینا رو میگیرند و این آدم منحزم شکست خورده میرسه به حرات در نتیجه حکومت شیراز رو ازش میگیره نادر اما در مذاکرات خصوصی با نادر از رضا غالی خیلی بد میگه که این دنبال شاه شدنه این تماس شاه تماس و با فرزندانش رو دستور داد کشتند وقتی از شما بی خبر موند فکر کرد که شما کشته شدی و ترسید از این که مردم دو مرتبه صفویه رو سر کار بیارن بلا فاصله دستور داد رفتن در سبزوار و این آدم رو با فرزندانش رو کشتند به نام خودش سکه زد حالا برای خودش یه ارتش درست کرده به حال شروع کرد به بدگویی هایی از رزاقولی ما در قیاب نادر متوجه هستیم گزارشات تاریخی هست که بین آقا تقی و رزاقولی هم اختلافاتی وجود داره به این معنی که رضا از نظر بیرحمی کشتن مردم قتل عام کردن نمیدونم آتش زدن روستاها در عملیات جنگی دستی کمی از پدرش نداره یا رو دست باباش زده و این آتقی داره بهش ایراد میگیره که تا این میخوایی این مرکز شاه بشی یه مدارم باید تادل داشته باشی نباید این کارا رو بکنی حتی اگر نادر کرد نادر زمانی کرد که این مملکت سر جاش نبود و جب به شد دشمنان خارجی گرفته بودند حالا که دیگه زیر دست خودت نباید این کارا رو بکنی اختلافات رزاقولی و نادر وجود داشت با این تفاوت که اگر می اومدن گزارشی به نادر میدادند یه تفاوت عمده وجود داشت اون این بود که آتقی آدم زبون باز و هیلگر و تنزگویی بود اون رزاقولی به دلیل که پسر بزرگ شاهه آدم قد و یک ای بود در نتیجه نادر بیشتر زیر بار حرفای این میرفت. گزارشی که آتقی میده میگه که ایشون تمام ابریشم ایران رو مونوپول خودش کرده این کاری بود در زمان صفویه انجام میشد اما از زمان شاه عباس دوم به بعد دیگه ول کردن این پادشاهان صفوی گفتن بذارید تجار کار خودشون رو بکنند خب برای اینکه شما فکر کنید که وقتی که در یه منطقه ایران ابریشم تولید میشه یعنی چی یعنی حداقل چند صد نفر تاجر در مناطق مختلف تولید محلی رو میخرند این تولید محلی رو سرت میکنند درجه یک درجه دو درجه سه میکنند بعد را میداختن میبرند به بازارهای بزرگتر بفروشند یا شاید یه نفر در مرحله بعدی از اینها این سرت شده ها رو بخره برای صادرات یه دی دارن روش نون میخورند وقتی پادشاه میاد مونوپول خودش میکنه خب تمام این آدما بیکار میشن از این بابت این بود که این کار خوبی نبود از شاه عباس دوم بعد رها کردن گذاشتن مردم کار کاسی میشونو بکنن اما رضا قلی دو مرتبه اومده این کار کرده البته یک چیزی رو که من نسبت بهش تردید دارم و به درستی نمیدونم این است که شمال خراسان نیز یکی از بزرگترین مراکز تولید عبری... ابریشم بوده ولی در این تواریخ فقط از ابریشم گیلان نام برده میشه چرا اونجا فراموش شده من نمیدونم ولی تا همین اواخر هم توتستان های شمال خراسان مرکز تولید ابریشم بودیم یک خبری که نادر رو بیشتر تکان داد این بود که آتقی به نادر گفتش که در منطقه خراسان در تمام مناطق ایران کسانی رو که شما برگزیده بودی و بهشون حکومت داده بودی یا یه شغل و مقامی داده بودی همه اونا رو برکنار کرده و آدمای خودش خودشو گذاشته خب ببینید این مجموعه حرفهای آتقی سبب میشه که یک سوء زن قوی و محکمی علیه رضاقلی به وجود بیاد اشتباهاتی هم رضا کرده من جمله این که در قیاب پدرش حالا البته نایب سلطنه مملکته ولی دستور داده تاج ساخته برای خودش سکه برای خودش درست کرده اینا خبرهای خوبی نیست برای نادر این داستان کشتن شاه طهماسب و عباس سوم پسرشو با یه فرزند دیگه یه این شاه که در سبزوار توی قلعه بودند خب خیلی دلخراشه اون فاطمه بیگم دختر شاه سلطان حسین خواهر همین شاه تماس اگر یادتون باشه در اصفهان با رضا قلی ازدواج کرد زمانی که اصفهان رو گرفت نادر خواهر نادر خواهر شاه رو گرفت برای رضا قلی عروسی را انداخت و جشن و سرور رو چوبچه حالا در یک مهمانی بزرگ این خانم زن رضا قلی یکی از ندیمه های قدیمی خانواده رو میبینه که داره شیون میکنه و موهای سرش میکنه و ناله میکنه در یک گوشه ای از مهمانی این رو میبینه میگه چیه چه خبر شده میگه مگه شما خبر ندارید میگه نه میگه بله رضا قلی شا تماس و با فرزندانش رو کشت یعنی برادرتو و با بچه های برادرتو کشت این وقتی میبینی که با چه کسی داره زندگی میکنه حالا آره چند ماه پیش این اتفاق افتاده ها ولی به این نگفته وقتی میفهمی که با چه کسی داره زندگی میکنه دیگه از زندگیش دیر میشه خود این شازده خانوم هم میره خود خودکشی میکنه سم میخوره خودشو میکشه از بین میبره فرزندان و بچه و پسر ابراهیم علی قلی هم میان در حرات به دیدنش ولی رضا قلی نمیاد به طوری که انتظار نادر به پایان میرسه جواهراتی رو که اوورده بوده از هند کمربند الماس نشان نمیرم شمشیر الماس نشان خنج از اینا به بچه ها و به برادر میده و حرکت میکنه از هرات چند روز بعد در جای دیگری دور از هرات اردو زده بوده رضا قلی میرسه رضا قلی میرسه با یک سپاه دوازده هزار نفره که تمام این دوازده هزار نفر لباس های ابریشمی گران قیمت تنشونه کلاهای پوستی گران قیمت به سرشونه و توفنگایی در دست که یک تیغ تمام این توفنگا دستهاش نقره است و میده که اینم از جلوی نادرشاه سان رژه برنده و چه بکنند به حرفا نادرشاه متوجه حرفای آتقی میشه و پسرشو میخواد در خلوت و بهش میگه که توی مملکت دوتا شاه نمیتونه وجود داشته باشه این کارایی که تو داری میکنی حرکات یه شاهه این کارا رو نکن ارتش من منحل میکنم و این ارتش زمینه ارتش خودم میکنم ولی تمام زمینه های سوء زن برای نادر داره به وجود میاد بله این ارتش دوازه هزار نفر رو منحل میکنه میره به طرف بلخ از اونجا بخواد بره به طرف ترکستان میبایست که از رودخانه های بزرگ مثل روده جیهون عبور بکنه در نتیجه ما میبینیم که هزار نفر صنعتکار هندی رو به خودش ودشته اوورده یعنی موقعی که در هندوستان بوده قناعم جمع میکرده برنامه ریزی های ماها و سالهای آیندهش رو در نظر داشته هزار نفر آدم آورده که اینا بلدن به سرعت قایق بسازند و این قایقا رو کنار هم دیگه قرار بدن و پل بشه که سپاه و سوار نظام و توپ و چه و چه از روی این عبور کنن این کار شوخی نیست این قایق سازای هندی رو وادار میکنه که پل بزنند و اونا به سرعت این پل رو آماده میکنند که سپاه بتونه از رود عبور بکنه به رضا که حالا همراه خودش ورداشته آورده 8000 تا سرباز میده و به این 8000 تا میگه که تو از کناره این رود برو به طرف متصرفات ابوالفیض خان یعنی منطقه ترکستانی که اون موقع ما میگفتیم ترکستان حالا هر کدوم اینا کشور شده که سمرقند و بخارا شهرهای مهم هستند نماینده ابوالفیض خان میا... یه پیکی رو ابوالفیض خان میفرسه و نامه میاره برای نادر که آقا شما به ما قول دادی با ما نمی جنگی ما با شما سر جنگ نداریم ما سر جامون نشستیم شما هر طور دستور بدید ما عمل میکنیم هر طور بخواید ما خراجگذار شما خواهیم شد آخه چرا باید جنگ کنیم و چه نادر می جواب میده که خلا به عبالفیس خان بگیر خودش بیاد تو اردوی من این جواب وقتی میرسه به عبالفیس خان عبالفیس میگه آره من میرم این بهتر از اینکه که خون مردم ریخته شه و این حرفا اطرافیانش عذبک ها میگن آقا این کار درست نیست این خیلی زورگوییه تو اینجا خودت برای خودت شاهی برای چی و نمیگذرن که بره جلوشو میگیرن در اینجا جنگ شروع میشه این اطرافیان عبال خان که هر کدومشون سردار سپاهی بودند و برای خودشون یک کسی بودند و نفراتی داشتند خودشون ازم خودشون رو جذب میکنند که بیان حمله کنن به اردوی نادر و اصلا نظرن جلو بیاد حمله هم میکنند ولی حمله این بارها این به شما گفتم که مردم دنیا تفاوت نیروی آتش رو شاید اهمیت نیروی آتش رو میدونستند مید... میدیدن از دور یه تفنگ میتونه از صدمتون متون طرف در یه آدم رو بکشه اما باور نمیکردند که تمامی عامل موفقیت در تفنگه هنوز صد در صد باورشون به این قضیه نداده بودند این بود که اونها مثل نادر مجهز به تفنگ و نیروهای آتش و اینا اون اندازه نشده بودن اونها هم داشتن ولی خیلی کمتر در نجا. این برتری نیروی آتشه که حالا در هر شرایط جغرافیایی تو کوه لب رودخونه تو صحرا تو جنگل هر جا باشی تو که این نیروی آتش رو داری خب پیروزی دیگه جلو میری میکشی و میری جلو بالاخره این جنگار این آقایون سران میکنند و همشون شکست میخورند و فر... سربازشون فراری میشند و پراکنده میشند و عبول خان ناچار میشه که بره به اردوی نادر میره و به حکومت و اونجا باقی میمونه خراج گذار میشه نادر دستور میده که خطبه به نام نادر خونده شه تو این منطقه سکه به نام ایشون زده بشه یعنی روی سکه ها اسم نادر نوشته شه چه و چه همه اینا رو ناقبول قبول میکنند و ابوالفیز خان به حکومت خودش باقی میمونه در اینجا اینجاست که نادر یکی دو بارم بهتون اشاره کردم سربازاری نمیفرسه به سمرقند که قبر تیمور رو بردارید بیارید ببرید به خراسان قبر تیمور هم یه سنگ یه تیکه یه یشمه سربازا اینو بر میدارند و راهی خراسان میشن البته وقتی به خراسان میرسن این سنگه وسط نصف شده بوده که نادر نگاه میکنیم یه این چه دوزی بیارزشی بود و یه سنگ قبر برای او درست میکنه برای تیمور و میده ببرن بذارن رو قبرش سنگ قبر خیلی قیمتی و روکش طلا رو داشته و چه و چه حالا نادر میگه که من دختر پادشاه گورکانی رو گرفتم و دادم به نصر الله پسرم حالا خون تیمور در های نوادگان من هست خون چنگیز هم باید در نوادگان در نوادگان من جاری باشه در نتیجه به ابوالفیز خان دستور میده که تو دو تا دختر داری دو تا دختراتی بیار یکی رو من بدم به رضا یکی رو من بدم به علی قولی برای نصر که در هند زن گرفته بود اون هم روی ناچاری میپذیره دیگه میپذیره و میگه بله و مقدمات عروسی رو فراهم میکنند و که جشن و چه و چه هست دیگه میدونید اما نزدیکان قلی رزا به رزاقالی میگن که پدرت خواهر بزرگه رو برای تو انتخاب کرده خواهر کوچیکه رو برای علی قولی در حالی که این خواهر کوچیکه هم زیباتره و هم دختر عاقل و داناییه رضا قلی بولمشی میره پیش پدرش میگه که من خواهر کوچیکری میخوام پدرش میگه که این کار درست نیست زشت ابوالفیض خان اما دلخور میشه ناراحت میشه ما باید به هر حال اون پادشاه یه خطه یه. ما باید به اون احترام بگذاریم من نمیتونم دختر بزرگشو بدم به علی قلی و دختر کوچیکشو بدم به تو این بی احترامیه به ابوالفیض خانه رزقالی میگه که ببین پدر تو هر کاری دلت میخواد میکنی و حرف هیچ کس هم گوش نمیدی من اصلا زن نمیخوام میگه به جهنم نخوام خوهر بزرگر رو خودش میگیره نادر ما تا حالا شاهدیم که نادر از بعد از اینکه زن اون فرمانده اولیه خودش رو گرفت اون بابا خان بعد خواهر تهماس رو گرفت همینطوری زن گرفته زن گرفته الان حرم سراش به 8 9 تا زن رسیدند ولی خب خوشبختانه نادر آدم زنباره نیست و این زنها هم بر حسب سیاست و مقتضیات سیاسی گرفته از ایل قاجار گرفته مثلا برای اینکه با اونها متحد باشه از هر کس از دختر گرفته به دلیل نزدیکی این وصلت ها به دلیل نزدیکی سیاسی بوده بیشتر به حال آدم زنباره ای نیست اونطور که پادشاهان صفوی بودند بیشتر اینها به خاطر استحکام صلح اما ازدواج با خانواده محمد گورکانی و ازدواج با این بابا ابوالفیض خان علنا خودش میگه که من این کار دارم میکنم که خون تیمور و خون چنگیز در رگهای نوادگان من جاری باشه بنابراین ما میبینیم که این برای این آدم تیمور و چنگیز آدم های بدی که نبودن هیچی الگو بودند مدل بودند خب وقتم تموم شد بقیه این مطلب رو میذارم برای ضبط برنامه بعدی فعلا شب روز بخیر